خب ریکوردیم. سلام علیکم، سلام به رفقای گل یوتیوب. چطورین؟ چه خبر؟ خوش اومدید به ویدیوی دیگه از چنل های پایم. دوستان دیگه این ویدیو رو من ادیت نشده آپلود میکنم، سعی میکنم خیلی خیلی منمن نکنم که کات نخوره ویدیو. ولی دیشب بعد از استریم رنکاپمون خسته و کوفته، یعنی تموم کردیم استریم اومدیم این بر، بچه های تیم منو کشوندن کنار، گفتن که چنل یوتیوب داره نابود میشه. یعنی من واقعا فکر کردم که استرایک چیزی خوردیم، یعنی فکر کردم که یه بلایی سر چند یوتیوبمون اومده. ولی موضوع حقیقتا چی بود؟ موضوع کامنت هایی بود که شما دارید میذارید در حال حاضر زیر ویدیوهای ما. کامنت های ویدیوهای ما از 1000 تا، از 600 تا، 700 تا، 1000 تا رسیده به مثلا شاید 4000 تا، 3000 تا. خب هر کسی بپرسی میگه این خوبه، ولی بیاید اصل قضیه رو من بهتون بگم. بذار من اینجا رو اینجوری کنم که شما ببینید. دوستان این کامنتی که دارید میبینید اسپم شده است، خب زیر 4 تا ویدیوی مختلف. خب یعنی من کاش این ورش هم میگرفتم اسکرین شاتشو، ولی زیر 4 تا ویدیوی مختلف این دوستمون اومده همون کامنت رو، خب همون کامنت رو دقیقا نوشته. That was perfect, that was perfect, that was perfect, that was perfect. برای چی؟ برای فقط و فقط و فقط شرکت تو قرعه کشی یو سی. یه نمونه دیگه هم اینه که زیر سه تا ویدیوی مختلف سه تا کامنت بی معنی تقریبا، amazing, wow, nice برای شرکت تو قرعه کشی یو سی. این سه تا کامنت رو من گفتم بهتون نشون بدم. از وقتی که خلاصه ما اعلام کردیم که قرعه کشی یو سی قرار تو چنلمون داشته باشیم، چنل یوتیوب ما با کله خورده زمین، نابود شده. یعنی من نمیدونم، من اینو میخوام بدونید که اگه من دارم این کارو میکنم و میگم قرعه کشی یو سی دارم تو چنلم میذارم، به خاطر این نیستش که کامنت بیشتر بگیرم، لایک بیشتر بگیرم. هیچ کس هم دروغم نمیگم، هیچ کس هم از کامنت و لایک بیشتر بعدش نمیاد، خب این هستش. ولی خب باید این مسئله رو در نظر بگیریم که ما اصلا ایرانیم، ما با وی پی ان اومدیم توی یوتیوب، ما با دی ان اس با هر چیزی اومدیم توی یوتیوب، و کامنت تکراری که شما میذارید، مثلا میری زیر 4 تا ویدیو مینویسی پرفکت، یوتیوب میگه ابات. خب اینجوری میشه و شما رو کاملا از چنل من حذف میکنه. من اگه گفتم قرعه کشی یو سی دارم تو چنلم میذارم، به خاطر اینکه کار خوبی کرده باشم، به خاطر اینکه اکانت من فول فول فوله، هیچ چی نمیخواد اکانت من، و دوست داشتم که برای شما ها هم یو سی زده باشم. بچه های ایرانی میخورن تو مچ یه نفر یه ذره اسکین داشته باشه اکانتتون، اکانتشون پشمای نمی بریزه، بگی آقا ایرانی ها چقدر اسکین دارن، چقدر خوب اکانتشون. حداقل از سمت خودم یه کمکی کرده باشم توی این موضوع. گرفتید؟ اینه کنسپت موضوع کلا. و الان رسیدیم به اینجا، به یه نقطه ای رسیدیم که من واقعا تقریبا دارین پشیمونم میکنین از این کار خوبی که دارم انجام میدم. و جریان اینجوریه که شما یه چیزی دارید به نام اوریج واچ تایم. اوریج واچ تایم حالا جلوتر اصلا بهش میپردازیم، ولی بچه ها خلاصه این خلاصه ای که الان اینجوریه، میان تو ویدیو، تو تمام ویدیوهای چنل من مثلا میخواد تو قرعه کشی یوسی شرکت کنه، و من بارها و بارها اصلا فارسی گفتم، واقعا اصلا ناراحت میشه آدم اینا رو میبینه، میگم آقا 10 تا از ویدیو یوتیوب منو باز میکنه، 10 تا پشت سر هم، زیر 10 تاشون یه کامنت تکراری رو اینجوری کپی پیست میکنه، خب بعد میره 10 تا کامنت یه شک زیر 10 تا ویدیوی مختلف میذاره این دوستمون، فقط به خاطر اون یو سی. آقا من اصلا گفته بودم بین طرفدارای واقعی من میخوام یو سی رو قرعه کشی کنم، بین طرفدارای واقعی. اینکه شما چقدر ویدیوهای منو دیدید، اینکه چقدر لایک کردید، اینکه چقدر کامنت گذاشتید، خب زیر ویدیوهای مختلف اینا همه دیده میشه. ولی من اون تیکر رو میتونم روشن کنم توی اون جایی که ما قرعه کشی میکنیم که آقا این شخص اگه 100 تا کامنت هم گذاشته تو یه شانس بهش بده. تنها چیزی که من از شما درخواست کرده بودم، خب و اینو بارها و بارها و بارها و بارها فکر کنم 6 ساله داریم این مسئله رو میگیم، کامنت انگلیسی معنی دار، و فقط من نمیگم، فکر کنم حداقل 30 تا یوتیوبر دیگه تو ایران هستن که دارن این مسئله رو میگن، میگن آقا کامنت انگلیسی معنی دار بذارید. چون ما هر کاری هم کنیم، باز تکرار میکنم، ما ایرانی با وی پی ان اومدید داخل یوتیوب و همین جوریش از طرف یوتیوب شما تحت نظرید. کامنت تکراری بذارید، کامنت بی معنی بذارید، کامنت مثلا یه سری هستن میان همینجوری مثلا کل کلمه های انگلیسی کیبورد رو میزنن میرن، آقا نکنید. اون اصلا توی قرعه کشی بیفته اسم شما اونجوری در بیاد، من اصلا رد میکنم واقعا. هم
قرعه کشی رو نمیتونید شرکت کنید، هم چنل یوتیوب من به این نقطه میرسه. حالا این چجوری باعث میشه که چنل یوتیوب من نابود بشه و به چه نقطه ای رسیده و اینا، الان هانیه اینجاست، هانی پو اینجاست، دوست دارم بذاره اون بیشتر توضیح بده که دقیقا این حرکت به چه چیزهایی میرسه توی چنل یوتیوب من. اینی که شما دارید اینجوری کامنت الکی اسپم میکنید اینا. هانی هستی؟ صدا هست؟ سلام سلام، چطوری؟ سلام سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی. که صدای منو میشنوید. مرسی. چجوری چنل ارسلان نابود میشه؟ مشکل اصلی که پیش اومده تو چنل ارسلان، خارج از بحث کامنت هایی که هیچ معنی نمیدن، این مسئله است که بچه ها میان، اتفاقی که افتاده بچه ها میان کلیک میکنن رو ویدیو تو، کامنتر رو میذارن، لایکر رو میکنن و از ویدیو میرن بیرون. این مسئله باعث میشه چندین تا اتفاق بیفته تو چنل تو، که یکیش اینه که میانگین بازدید ویدیوی تو میاد پایین و این خب طبیعتاً روی درآمد چنلم تاثیر میذاره، درآمد چنلم با کله میخوره زمین. مسئله بعدی اینه که وقتی کلیک میکنن از ویدیو میرن، دقیقاً کاری که کسایی که ویو فیک میزنن روی ویدیوهاشون، بات ها به این صورت عمل میکنه، بات ها میان کلیک میکنن روی ویدیو و میرن، این ویو استاپ میشه برشون، ویو فیک این شکلیه. و خب با این کار علنا داریم به یوتیوب میگیم که ما داریم ویو فیک میزنیم روی ویدیو هامون با این کاری که مثلا این اتفاقی که داره میفته. همین الانش هم، همین الان یوتیوب روی یوزر ایرانی خیلی حساسه به خاطر مسائل وی پی ان و تمام این مسائلی که هستش خودتون میدونید و وریفای نکردن اکانت های یوتیوبتون، به خاطر همینه خیلی حساسه یوتیوب. ولی با این کاری که شما میکنید، یقینا فکر میکنه یوتیوب که شما باتید و این مشکل های عجیب و بزرگ و خیلی جدی مثل این ولی ترافیکش رو درست میکنه تو چنل ارسلان. حالا خیلی خلاصه بهتون بگم این مسئله چیه. به این صورته که تقریبا بیشتر درآمد شما رو، یعنی نزدیک به صفر میشه درآمد چنل ارسلان رو ور میداره یوتیوب، و در آینده به حتی به نقطه امکان داره برسه که یوتیوب چنلش رو پاک کنه و اجازه نده دیگه فعالیت کنه توی یوتیوب. یعنی همچین مشکلات جدی رو امکان داره به وجود بیاره. پیشنهاد من الان به بچه‌ها اینه که واسه اینکه از این مشکلات جلوگیری کنه، اینه که اولا کامنت انگلیسی با معنی بذارن، حالا گوگل ترنسلیت، چت جی پی تی، از هر چی که استفاده می‌کنید برای اینکه یه کامنت با معنی بذارید. زمانی که این کامنت رو می‌خواید بنویسید، یه دقیقه از ویدیو که خودتون خوشتون اومده، یه دقیقه از ویدئویی که خوشتون اومده، اون یه دقیقه رو بنویسید توی کامنت. قشنگ با ثانیه‌اش، مثلا دقیقه با ثانیه‌اش بنویسید توی کامنت، بعد کامنت رو بفرستید. این باعث میشه که خب ثابت می‌کنیم به یوتیوب که من دیدم و من از این دقیقه ویدیو خوشم اومده، بیشتر بعد اون من اومدم این کامنت رو گذاشتم. این باعث میشه این مشکلات پیش نیاد. به هر حال همین، من صحبت دیگه ای ندارم. من میگم پشیمون نکنید آدم. آقا ما میخواییم یه کار بذارید، یه کار خوبی که یه اتفاق خوبی که داره میفته بیفته، خوب بیفته. من گفتم از بین طرفداری واقعی دارم قرعه کشی ها رو انجام میدم. خب و تمام اون آماری که شما دارید، آمار کارهایی که دارید توی یوتیوب من انجام میدید، خب میفته. مثلا من اگه اسم کسی که داره در میاد و میرم میبینم طرف 30 تا کامنت تکراری گذاشته، خب رد میکنم منم. یعنی اگه به یه نقطه‌ای برسه که درآمد چنل من از یوتیوب درآمدی نداشته باشم، به درآمدم خیلی کم بشه، خب منم دیگه قرعه کشی نمیتونم بکنم. یعنی قرعه کشی چی؟ اجاره خونه هم شاید نتونم بدم. اینجوری بهتون بگم، یعنی به این نقطه نرسه که من درآمدم از چنل یوتیوبم خب هست، تابستونه، امتحانات تموم شده، همه کسایی که الان شما پای یوتیوبید، همگی پای یوتیوبید و الان وقتیه که ویو چنل یوتیوب من باید بره بالا، ولی داره میاد پایین به خاطر کار خوبی که میخواستم انجام بدم. نه ناراحتم نه چیزی، من قرعه کشی رو کردم، انجام دادم، به یکی از بچه‌هام هشکیوسی دادیم. اصلاً چیز نیستم، یعنی اینکه دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی دیگه نمیتونم این کارو بکنم اگر اینجوری پیش بره. حرف من اینه، وقتی درآمد خب خیلی بیاد پایین، وقتی دیگه نتونیم به ویدیویی که میذاریم ما ازش درآمدی از یوتیوب بگیریم، خب طبیعتا نمیتونیم قرعه کشی هم انجام بدیم، یوسی هم نمیتونیم بدیم. یعنی یه چیز دو طرف است، نه طلبکارم نه ناراحتم نه چیزی، فقط اینکه
نمیشه، اینجوری نمیشه این مسئله رو پیش برد. این مسئله قرعه کشی یوسی هم حالا مثلا چیز خوبی هم که داره، که به نظر من خیلی تاثیر خوبی میتونه بذاره خارج از بحث فیلترینگ و تحریم و نمیدونم همین داستانه که هستش داخل کشور از سمت مثلا ایران این اتفاق میفته، ولی خب پابجی موبایل یه جور دیگه هم قراره به مثلا یوزر ایرانی نگاه کنه وقتی مثلا تعداد بیشتری یا مثلا یه تعداد حالا حتی انگوش شماری هم که دارن یوسی میزنن خب یه شکل دیگه نگاه میکنه، مثلا رو عربا چرا انقدر حساب باز میکنه یا روی ترکا چرا حساب باز میکنه، خب به هر حال بحث اون سودیه که مثلا شما به عنوان یه پلیر میرسونید به اون گیم و این با حمایت های شما خب اتفاقات خیلی بزرگتر و بهتری قرار اتفاق بیفته، چه بدونم مقدار یوسی بیشتری، تعداد آدم بیشتری که قرعه کشی میشه در ما، همه اینا هستش. به نظر من یه اتفاق خوب این شکلی رو به خاطر اینکه فقط صرفا توی اون قرعه کشی من در بیام و نمیدونم اینا، به غلط این کارو نکنید، چون بخواد درآمد صفر بشه یا مشکلات انقدر جدی تو چند لرز الان مثلا پیش بیاد، خب مجبوره برحال قرعه کشی رو کنسل کنه و اون موقع جلوگیری میشه از برنامه های مثلا خوب و مهمی که قرار داشته باشه در آینده. بعد این صحبت ها دیگه همین دیگه، یعنی چیزی نداریم بگیم. این ویدیو هم اگه مثل ویدیوی قبلی نباشه خب طبیعتا قرعه کشی رو ادامه میدیم. اگه خب همین روند پیش بره، اگه این اتفاقا بیفته، اگه هی دوباره کامنت های اسپم و تکراری شبیه هم زیر 10 تا ویدیوی مختلف باشه، دیگه مجبور میشیم کنسل کنیم قضیه قرعه کشی رو، که امیدوارم این اتفاق نیفته. دیگه سرتون درد نگیریم دیگه آقا. هانیه جان دم شما گم، تشکر از شما، مرسی که توضیح دادید توی ویدیو. دم بچه هم گم. خیلی ها حالا من دارم این مسئله رو آخر ویدیو باز میگم، نه طلبکارم نه ناراحتم نه چیزی، این صحبتی که داریم میکنیم مثلا از بین بچه هایی که تو قرعه کشی شرکت میکنم 60-40، یعنی 60 نفر 60 درصد واقعا مثلا اومدن تو قرعه کشی شرکت کنن، کامنت های خیلی خوب گذاشتن، 40 درصد اسپم 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 اسپم، خیلی هاشون اصلا هنوز دارن فارسی می نویسن. یعنی نمونه شو من دیدم، یه نفر بود که همون کامنت رو فارسی نوشته بود توی 10 تا ویدیوی مختلف، سلام دایی به من سلام دایی به من یوسی بده، سلام دایی به من یوسی بده. یعنی فرقی نداره، یعنی میگم فقط ضررش دودش تو چش هممون میره در نهایت. خیلی دوستتون داریم، این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی معنیدار بذارید زیر همه ویدیوهای دیگه، اگه ویدیویی رو رفتید دیدید حال کردید بعد کامنت بذارید، نرید توی ویدیو کامنت بذارید ویدیو رو ببندید برید بیرون. خلاصه و جنبندی من اینه. دمتون گرم دیگه، ساب چنلم یادتون نره. بریم گیم پلی هم با هم دیگه ببینیم همین الان. گیم پلی از رنک اپ نیست، گیم پلی فول راش کاملا فانه، آخرش هم از دست ندید که یه اتفاق خیلی عجیب غریب بیفته و همین دیگه. دوستتون داریم، برو بریم میبینمتون. Let's go. یکی دیگه فینیش داد باشم، آنه خود فینیش داد. از کجا منو داره میزن؟ اتسل سد بابا اینم شد قبر پدرت لعنت. بس اویانا نیست ای وای
دورو زدی یا نزدیکو؟ آن دورو زدی. خیلی خورده. بله. چیکار دارم میگم چی؟ یه نفر زیر آبمونو دارن میزنه. اصلا تیران بهش نمیخورد میگاری نمیدم چرا بیا یه کشی دارم مالی بخواد نانی یاراش رفتم بابا رو منه یارو بعد از اینکه ناک شد تیراش رو نیت شد تازه سلف داره این چه جوری میاد بالا بایی من نمیدونم لو واتش اوت دو ناکش کرد بابا تو چرا اینجوریه ریجه تیرت What the fuck خیلی زیاده یکی دیگه هم رکاش هدشات بادی هم سن رو من که نمی هست بال سبتی رو بکل همه روشوک تازه من خیلی بد جوان پابی این یادار رو برداریم باید این رو برداریم اوکی اوکی یکی کو؟ زدم اینکه نزدیک در بودم زد آه اسمشون یکی بود اوکی آه تو بود بر ای وارد ترکش کردم رفت تو خونه یه نید میتونید بندازید سخت من برم بالا سر اینا میتونم بزنم رو شما ای وای ارسه رفتیم آب هم کنم وای اوکی نمیتونم بزنم بس کم از دادم همین؟ یکی ناک بود؟ آه یکی خوب نید خوبش ناک شد نه بابا یارو منو نید که چپ همون یه باگی داره میاد اینجا اومد رو تو سه بود اومد تو من سلام علیکم
اوی 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 دوی چقدر دقیق زدم اونو. اونا هم پرایو بایستادن. اوها اوها من سرس دارم. این کی بود دیگه؟ اینو من ندیدم. میپری پری شده حلالت باشه میتونی بگیری؟ یکی خیابون رد کرد اومد به تو یاسی؟ زدمش. این که من بودو؟ نه پرایو نمیدونم. آه این تو راه پله است. نه داداش پابجی سیزن 22 سوپره. آب میری بالا یارو میپره پایین. صحنه رو نگاه داداش. هلو سلام برو. اون پایینه تو اتاقه نه. آیناش آجی همینجور داره میره اشوام. ای جتورن نیسنی جتورن. آره این جاست ماشین بعد از عذیت نو بازاری نو بازاری دهن ایست. هلو برو نوکی. پیز نو برو نو تیم برو پیز نو نو برو پیز همه تون با هم دیگه بفرستم رو هوا. هلو برو No bro please. Bro okay. We will give you win. What? You just have to say one thing. What? You just repeat what? After me. Repeat after me and then we give you win, okay? Okay bro. I am Götveren. No. Wait. I am Sheriffsiz. Bro. Win for win. Very okay. Important. Oğlum Türk müsün? Bro. Nazan. Wow, but not really. Rapper ultra video. Where are you from? Bro. Where? Georgia. Okay. Georgia, Gürcistan dige. Ha. برو پیاده شو. بیرونم ماشین رو میگیره تو پاده. برو وده برو بابا یارو رو. وای داده شکوه میدی سکوت یارو رو تو نندازیش بیرونه زرشته بود. بابا یارو رفت میدی سکوت. Do you have a shotgun? Okay. Congratulations. See you later. Thank you. Hey! Yasin. We are number one. Yasin, bossy, she said he better relish. Yasin, damn it, I'm serious. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my